اینجا ولایت باستانی هرات است. مهد تمدن، فرهنگ، آموزش و عرفان. شهری که قدامت تاریخی آن به بیش از 3000 سال میرسد. این ولایت بعد از کابل یکی از پرجمعیت ترین ولایات افغانستان به شمار می رود که طی سالیان متمادی شاهد جنگ های خانمانسوز و بدبختی های زیاده بوده است. قرار یافته های نهادهای مدافع حقوق بشر در افغانستان، تجارت انسان بزرگترین تهدید در این ولایت به شمار می رود. مراد از تجارت انسان تنها خرید و فروش انسان ها نیست، بلکه تجارت انسان یک سلسله فعالیت های فراقانونی چون ازدواج های اجباری و قبل از وقت، انجام کارهای اجباری و شاق بالای اطفال، تجاوز و بهره برداری های سوی جنسی، تگدیگری، کودکان را به زور و اکراه مجبور به فعالیت های جرمی نمودن و بسا موارد دیگر است که طی آن کرامت، شرف، وقار و حیثیت انسان زیر پا می شود. امروز مواردی از تجارت انسان فراینده که در آن مردم به خصوص کودکان با تهدید، فریب و یا هم به زور استخدام شده و بعد استثمار می شوند را در ولایت هرات پوشش می دهیم. یک کار بسیار زشت ناپسند است در جامعه ما که بالای یک طفل که وزید تأثیر کنه دست بخونه بالای از صبح تا شام کارهای شاقه از قبیل مستریگری یا انگری یا بساطای بیشتره رنگ مالی الله از او بلایزی بچارا ایوازی که با اینا کمک شد تجاوز میشه بلای دخترهای خورسن بچه های خورسن هیچ کس نیست از یاد دفاع کنه اطفال میگرن میبرن مثلا در یک جا وره مثلا پنان میکنن وره در یک کشور میفروشن سر از تجاوزهای جنسی میکنن سر یک دختر 3 ساله تجاوز میشه در تلویزیون ها رسانا همه میبینن هیچ کلانه های دولت هیچ رئیس جمهور هیچ کدام برشون یک عکس العمل نشان نمیدن نه قومندان امنیه نشان میده، نه مثلا والیا نشان میده برشان هیچ کاری نمیکنن. اطفال یتیم و بی سرپناه آسیب پذیرترین قشر برای تجارت انسان در این ولایت بنداشته میشوند. این اطفال معصوم برای افراد استفاده جو که میخواهند از آنها برای کارهای استثماری استفاده کنند به سادگی قابل دسترس بوده و وادار ساخته میشوند تا به دزدی، خرید و فروش مواد مخدر و تگدیگری در کوچه و بازار بپردازند. اسمم رامینه، بفر فروشی میکنم، به مکتب هم میرم سنف 3 هم بخاطر پول پیدا کنم، پول مکتب رو پیدا کنم، کتاب چه قلم بخو بخرم تا اینده میخواهم دکتر شو، من آزادم. اداره سارنوالی از بعد انفاذ قانون قاچاق انسان تا به حال دانسته که قضای زیادی را با پای میز محاکمه بکشانه و قربانی ها را نجات بده، قربانی ها را تشخیص بده، متهمین را به سزای اعمالش برسانه. وقتی که افراد مورد تجاوز قرار میگیرند و از طرف ارگان های کشفی و یا عدلی و قضایی مورد شناسایی قرار میگیرند یا در جهت حمایت قانونی از یا حمایت حقوق از یا کارها و تصامیم توسط محاکم سارنوالی ها صورت گرفته و تصامیم اتخاذ شده و وقتی که احکام قانون پیش بینی شده باشه دیگه مورد حمایت حقوق قرار میگیره. قرار معلوم یک بر سوم حصه جمعیت 20% افغانستان را اطفال بین سنین 7 الا 14 سال تشکیل میدهد که به نحو در کارهای شاق و اجباری دخیلند. اما سوال اینجاست که در 13 سال گذشته کدام نهاد ویژه که بتواند تجارت انسان را در ولایت هرات و سایر ولایات افغانستان مورد رسیدگی قرار دهد و یا آن را نظارت نماید ایجاد شده است؟ آیا کدام طرز العمل گزارش دهی وجود دارد؟ آیا موارد تجارت انسان از جانب کدام نهاد بررسی می شود؟ و آیا آمار دقیق و رسمی از قربانیانی که مورد حمایت قرار گرفته باشند یا از شکایات درج شده در دست است؟ آیا از این اطفال معصوم کسی پرسیده است که چرا در این سن کوچک باید کار کنند؟ یقیناً که جواب این همه سوالات نخیر است. روامل و اسباب این همه بدبختی ها را میتوان نبود امنیت، فقر و تنگ دستی، بیسوادی و بسا نابسامانی های دیگر را عنوان کرد. گمان
مخزنی های وجود دارد که مردم از گزارش دادن بدرفتاری ها و موارد از قاچاق و تجارت انسان در این ولایت هراس دارند. بیایید به این پدیده منفور یعنی تجارت انسان نگفته و برای برچیدن این پدیده تلخ از جامعه ایمان مبارزه جدی نماییم. من آزادم.